این روزها همه دیس میدهند. شما چطور؟ آقا همونطور که میدونید بازار دیس و دیسپک و این داستانا گرمه. چرسی قراره آهنگ بده بلاک فری استایل. حالا نمیدونیم امشب بیاد فردا بیاد، منطقی نیست امشب بیاد. و سروش و پوری هم که دیدید همینطور پشت به پشت به اصطلاح کون به کون دیس و دیسپک دادن و زیروتون بانکیت هم بالاخره اومد جواب داد. خب زیروتون بانکیت اون موقعی که بزکش اومد، اومد گفتش که آقا من دیگه اصلا تو این فازا نیستم که بخوام بچهای 15 ساله یا ریاکشن کارا رو مورد این تحت تاثیر قرار بدم و این داستان ها. اما امشب خیلی یهویی یک موزیک منتشر کرد به اسم چی؟ به اسم رندوم. و همونطور که داریم میبینیم پرودوسش با استپ آز اگه اشتباه نکنم، نمیدونم، بنویسید تلفظ درستش اگه میدونید. میکس مسترینگ هم کالات روز بوده و آرت ورک دمیرچی بوده و لیبل هم دیریل فارسی. خب اولین چیزی که مثلا همیشه ما بررسی میکنیم کاور آهنگه، که رندوم داره شبیه کاورهای چیزه قدیمی تره، یکم رپ آمریکایی و این حرفا، که ما داریم یه پایی میبینیم که به نظر میاد زیرتونی بانکیت باشه، جردناش هم پاشه و جلوش یه پوری میبینیم سایز جاسویچی که داره دعا میکنم یه جوری انگار پروردگار انگاد پوری یا خدا. خود زیروتون بانکید اون صدا فیله هم که میشنیدیم، فیله جالبه که از خود پوری هم کوچولوتره تو این کاور و اون بغل هست. خب بریم هم گوش کنیم ببینیم چه خبره. آقا بیت رو بگیر، بیت آهنگ نمیتونم کلمه رو بگم، انورد این پاریس جیزی کانیه وست فکر کنم 2011 اومده، خیلی باحاله. موزیک ویدیو هم که براش دارن، اجرای کنسرتشونه، حتما اگه ندیدید برید ببینید. من این هدفون رو گذاشتم اینور چون نصف شب یه ممکنه پشت هدفون داد بزنم. خلاصه که این بیت مال اونه و فکر کنم تریلش کردن قبلا، از این کارا کرده زیاد زیروتون بانکی، چه آهنگای قدیمی رپ خودمون و چه مثلا آهنگ اگه اشتباه نکنم تاکسی که مثلا بریتنی اسپیرز بود و اینها، این کارا رو زیاد کرده. اینجا هم داریم میبینیم که یکی از آهنگای خفن رپ دنیا یعنی این پاریس رو برداشته و استفاده کرده. جالبه، بریم ببینیم چه جوری. خیلی بیتش باله، این بیت واقعا باله. زیرو 21 کی یه بار گفتم خدا که نمیشه خایمالی. جالبه سروش هم گفته بود تو خایمالی و خدا اینا، یه خدا که نمیشه خایمالی، اولش هم گفت تو دیس بده 15 ساله حال کنن و اینا. لسن یو اومدم پشت میکم رندوم، چهار تا چغال گنده شدن رندوم، از شمال به جیبرو تو جمبرون، نمیدونم دیس دادم بود بار چندم. راست میگه، بنده خدا رو از وقتی اومد همه دیسش کردن یه دور. اون اولا هم خیلی فاز رفاقت و اینا زیرو تیون بانکی داشت و دیگه از به قول خودش شمال تو گمرون دیسش کردن همه یه دور. یه نکته بعدی که هست تو رپ فارسی ما ببینیم، مثلا زیرو تیون بانکی یه استایلی آورد، خیلی استفاده کردن، خیلی هم ازش ایده میگیرن بعد میان دیسش میکنن. سروشی پاپولوژیست هم همینطور، مثلا ترک قرص سروشی پاپولوژیست اگه برید نگاه کنید هزار تا ورژن دیگه ازش هست، بعد کسایی که دیسش کردن از کاورش بگیر تا استایل بیتش و سبک بیتش رو براشون چه فازیه. خب چهار تا چغال گنده شدن رندوم، از شمال بگی برو تو جمبرون، نمیدونم دیس دادم بود بار چندم، بام نباش دنبال شهر چون فرق من تو مثل زانتیا لمبوس. او گفت مادفاکر نباش دنبال شهر چون فرق من تو فرق زانتیا لمبوس. این زانتیای داستان شد واسه شا تو ویدیو همه دارن اشاره میکنن زانتیا لمبو، فرق من تو مثل زانتیا لمبو. دفعه آخر که رفتم پشت میکی سک اومد نداشتی تخمه دید، تو مثل کرمی گام بخوان حال میکنم هرچی گندشی. اوه تو مثل کرمی گام بخوان حال میکنم هرچی گندشی. این چیزه، این لفظ آرتاه و لفظ آرتاه که یادم نمیاد الان تو چه آهنگی گفته بود، ولی فکر میکنم 4 سال پیش، این حدودا 4 5 سال پیش گفته بود. اما اوکی چی سک اومد نداشتی تخمه دید، تو مثل کرمی گام بخوان حال میکنم هرچی گندش. شلوغی دهنت بسته بود چه تو میگی چوز به چون بشی، میگی ما این وریم ولی تو زادگاه تو شغل کسگشی پیسام. نمیدونم بعد اون ترک دیشب اینو نوشته چون گفته بود اون کسکش لندنی، بعد گفت میگین خارجی این ولی تو شما تو زادگاهتون کسکشین. اشاره هم کرد که تو این چند وقته همتون خفه بودین و چی میگی دیگه؟ تو میگی جزء جنبش. آها میگه این چم خفه بودین چه جوری میگین عضو جنبشین، کجا بودید مثلا؟ البته که آکیو اینا اگه بخوایم درست بگیم، آکیو ویدیو زیاد میذاش اون اولو توییتر و اینا فعالیت میکرد، مینوشت مثلا میگفت رشت فلان کرد بهمان اینا، یهو نمیدونیم چی شد.
آره گی ما این وریم ولی تو زادگاه تو شغل کسکشی هی سام علیک خدافزی عرب مگه میشه نبخشیدت خال تور توی چستان خون بودی عقب چرا قدیما تو میکنی سانسور 11 ساله داشت لشه تو امشو شبت میاد دامبول سیاسی نبودم ایران میومدم هرچم به تهران از را دور اوه خب آقا اون میگفت دیریل یه جوری میخونم که میرخسنگا ام شو شو شه فلان میگه تو دامبولی در اون حد یه چی دیگه گفت یادم حافظه بزنیم آقا تو زادگاه تو شغل کسکشی هی سام علیک خدافزی عرب مگه میشه نبخشیدت خال تور توی چستان خون بودی عقب چرا قدیما تو میکنی سانسور هی سلام خدافز اشاره به سام علیکم هم داره ولی اینجا که مگه میشه نبخشیده تو نفهمیدم چرا رپ مگه میشه نبخشیدت خال تور توی چستان خون بودی عقب چرا قدیما تو میکنی سانسور 11 ساله داشت لشه تو امشو شبت میاد دامبول سیاسی نبودم ایران میومدم هرچم به تهران از را دور اومدم پشت میکم رندوم چهار تا چغال گنده شدن رندوم از شمال بگی بابا گردنمون افتاد منم نمیتونم هت نزنم این بده برو تو جم رو نمیدونم دیست دادم بود بار چندم بام نباش دنبال شهر چون فرق منه چون ببین رود بیت علاوه بر اون حالا چیز خود ملودی اصلی اینا یه صدا حالت تخت اینجوری فنر تخت میاد انگار داره رو تخت میدونی اون صدا تخت تخت این جالبه چم به تهران از راه دور اومدم پشت میکم رندوم چهار تا چغال گنده شدن رندوم از شمال بگی برو تو جم رو نمیدونم دیست دادم بود بار چندم بام نباش دنبال شهر چون فرق منه چون مثل زانتیا لمبو زانتیا لمبو فرق منه چون مثل زانتیا لمبو چاقی کاسب نبوده هیچ وقت فقط میکرده دیلیوری تو میخواستی بشی مجید خراتا چرا فکر میکنی دیریلری تو میشده به مجید خراتا رو چه حساب اینو میگه حالا پوری قدیما نمیم یه بارم اشاره که قدیم خالتور بودی ولی دیگه مجید خراتا یزید یادم رفت از اینجا یادم رفت آها اینجا هم چیز دیگه ما کاسب نبودی نهایت جنسو میدادن دستت میبردی این برنوبر حالا سروش میگه تو که 2 گرم میدیدی فلان میشدی حالا چیز زیرو تونه باکید اینجوری میگه دیگه مثلا چرا با این نکته اشاره کردم برو بریم تو میخواستی بشی مجید خراچا چرا فکر میکنی دیریلری فلا نکردی این خلافا ولی لفظ میای کلیشه ای امضا میکنم دیگه رد نکنم اگه ازت خورده باشه تیزی یکی اوه امضا میکنم رد نکنم اگه یکی ازت تیزی خورده باشه این بده درختی واسم باله باشی کمرن خوری تا پاله برگت شاری زارم اون پشت کو تو رو چه به سوک گاله شد من باید بری واسم کو بخونی فکر نکن دور راید میدم ایران بکنه مرد چوی تو لای جام بکنن چاله دیگه بیادب شد دیگه بیادب شد گفت تو باید باله برام برقصی اون شیکم دیسا چه سنگین شده بچه ها یه مدت هم فکر میکنم نمیدونم هی حالا ریز ریزم تو بعضی آهنگا یکی این گنگ میومد اون گنگ میومد از این داستانا بود ولی انگار همه رو نگرد داشته بودن یه داستانی بشه همه اومده بگیرن رو سر و صورتم عصبی ان بچا اومدم پشت میکم رندوم چهار تا چغال گنده شدن رندوم از شمال بگی برو تو جم رو نمیدونم دیست دادم بود بار چندم بام نباش دنبال شهر چون فرق منه تو مثل زانتیا چرا جدیدن تو دیسا همه فوشو درسته همه بچه‌ها هم این کارو کردن کلین ورژن نیست که اگه کلین ورژن خب یه کلین ورژن بدین یه ورژن کثیف عادی چرا فوشا همه اکثرا داره سانسور میشه من متوجهش نمیشم سانتیو لامبو فرق منه تو مثل سانتیو لامبو ویدیو تو میده بود جوراب چغال دست از سرمون بردار ببین کیا پریده رو دیریلا جاقا سیز جفتری تلواز تیم شما از دم واشتن مخصوصا آقای کارگردان صد میل واسه تو پول آفارات میزنم آتیشش تو سرما داره آکیور هم زد اشاره به اون پولش هم اون 100 میلیون حسابه که از سروش هم اشاره کرده بود باله دارن به این داستان همه اشاره میکنن یکم اون حرکت آکیوت خیلی جذاب نبود که بیای مثلا بذاری حساب تو مثلا انقدر پول هستی یه کل کل دیگه داریم حالا و گفت که کف درباز ویدیوات میده بود جوراب یعنی یه دختر توش نی همه سیبیلین دیگه ولی خب گنگای ایرانی کف ایران اونجوری هن یعنی بچه ها میخوان برن این بر اون بر دور همه سیبیل های اونجوری هن دیگه اونجوری گنگای پایین شهر که مثلا اونجوری نیستن که مثلا میدونی دافولی بازه اینجوری دختر باز و زن بازی نستن ولی سیبیلن دور هم عرق سگی میزنن و جوادی از سری دارن گوش میدن اون فازا سیه مخصوصا آقای کارگردان صد میل واسه تو پول آفارات میزنم واسه شش تو سرما دیگه شب بسته چی داری فک دست تو بیا بارتونو برسونم سرفست بگو عرق بیاره واسه من منزل کارتت پوزت میکنم تر دست خیلی گرفت بگو برام عرق بیاره از منزل کارد تو کونت غیب میکنم
تردستی برتونو برسونم سرفصل بگو عرق بیاره واسه من منزل کارت تو پوزت میکنم تردست غیب گرفتی تردست غیب قافیه چینیش باحال بوده ایول بیزاتو بیا اینجا گلاغاتونو میشاقم تو ریزلا شبی خون بالا سر تیم سار تیمتون در میره جنگل میزاست اومدم پشت میکم رندوم چهار تا شغال گنده شدن رندوم از شمال بگی برو تا جمرون نمیدونم دیست دادم بود بار چندم بام نباش دنبال شهر چون فرق من تو مثل سانتیا لمبو سانتیا لمبو فرق من تو مثل سانتیا لمبو باحال بوده فکر کنم دیگه چیز خاصی نشه باشه ولی باحال بود پوری داره سختش میشه هم سروش سنگین اومدم زیر تورنمنت کی دیگه وقتی این همه رو دیس میکنه حالا شرسی هم که داره میاد آیسام هم که شیر کرد دوکیو و سختش داره میشه فکر کنم یکم اون داستانی که به چاریا پوش کرد داره واقعی میشه به همه هم گرفت الان هم که تو تیم حمید صفت و اصلی و از اون ور ام جی و اینا رو فالو کرد و اینا یکم عجیب غریب شد داستان یعنی چی میگم حالا باید ببینیم در ادامه چی ولی یکم سختش میشه پوری فکر کنم خیلی بچه هم دارن سنگین میان بی تو به نازم شمشیره خب با هم شنیدیم رندوم از زیرو تونوان کید واقعا آهنگایی که داره میاد نسبت به اینکه سری هم هستن آهنگای باحالی هم بیت این آهنگ من کلا این آهنگ اصلیشو خیلی دوست دارم این آهنگ هم خیلی بهم چسبید و کار زیرو تونوان کید هم خوب بود در یه حد بود حالا پوری دو سه تا تیکه زده بود ولی خب 2:47 جوابشو داد زیرو تونوان کید اونقدر خیلی نمیشه با هم مقایسهشون کرد چون کلا اون دیس دو کی بود حالا دو تا تیکه هم انداخته بود به زیرو تونوان کید ولی خب اون دوتا خیلی مستقیم بود و اینا میتونستی راحت تر بفهمی چی به چیه فلان و اینا و یه کوچولو الان داریم دیسه چیز گوش میدیم زیرو تونوان کیدو مشخص میشه که بچه ها فکت به هم بیشتر میگن و مثلا شناخت خیلی دقیقی نسبت به بچه ها زیرو تونوان کید نداره چون مثلا چیزایی که میگفت ولی در کل تیکای بالی انداخت و دیس خوبی هم بود تو این دیس و دیسپک هایی که داره میاد حالا این همه دیس و دیسپک داره میاد به نظر شما کدوم این دیس و دیسپک ها موندگار میشه و حتما نظر خودتون رو توی کامنت بنویسید خسته نباشید میگیم زیرو تونوان کید یه مسئله هم بشه اشاره کنیم که درست شرایط انقدر اینجوری و این داستان ها اما امثال آرمیتا عباسی و توماج صالحی و بقیه بچه ها رو فراموش نکنید امیدوارم که حالتون توپ خوب عالی و بمب بشه تا ویدیو بعدی سی یو سون